السلام عليك يا أمين الله في أرضه، السلام أي قاسم الأرزاق، أي محافظ جان و دل، أي شحنه نجف شهرت. میتوان با هیچ ساخت، میتوان مهربانی را، خدا را، عشق را با لبی خندان تر از یک شاخ گل تفسیر کرد. می توان این جمله را در دفتر فردا نوشت. خوبی از هر چیز دیگر بهتر است و تو مولا نهایت خوبی هایی که از هر چیز بهتری. یا بازم با این همه دوریم، منو تا آسمون بردی، همیشه این تو بودی که غم تنهاییمو خوردی. میریزه دونه اشکام مثل تسبیح رویاهام، خدایا من از این شبها فقط لطف تو رو میخوام. خودت دادی منو راهم تو این شبهای بارونی، من ناقابل و بازم تو آوردی به مهمونی. مگه غیر تو اشکامو کسی اینجا خریدا؟ از ابر پر مهرت به قلبم نور میباره. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، به نام حضرت حق که هر چه هست از اوست. سلام بینندگان، امیدوارم که هر کجا هستید در سلامت و صحت باشید. سحر دیگری دوباره مهمان خونه های شما شدیم و به این بهانه می‌خواهیم زیر باران رحمت الهی خیس الطافش بشیم، ان شاء الله به وجود نازنین آقا امیر المؤمنین که سحر روز یک شنبه است. روز یک شنبه متعلق به وجود نازنین حضرت امیر هست. با اون مقدمه فکر میکنم دلها در نجف مهمان امیر المؤمنین شد. اولین فاصله و میان برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد با صلوات خاصه‌ای که نثار علی دیگری، یعنی به نام امام سجاد علیه السلام تقدیم شما میکنیم. التماس دعا. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك
حتی یبلغ بهی ما تقر بهی عینو. خیس باران. صلوات و درود خدا بر یک یک شما میهمانان ماه مهربانی و ماه خوبی ها، ماه مبارک رمضان. از عظمت و بزرگی این ماه همین اندازه بس که فرمودن نام ماه مبارک رو تنها بیان نکنید، مثلا نگید شعبان، اصخایی میگم نگید رمضان، بفرمایید ماه مبارک رمضان یا رمضان عظیم، رمضان کریم. البته رمضان کریم حالا اهل عامه است، سعی کنید به رمضان عظیم بیشتر بخونید تا انشاءالله این تفاوت محسوس بشه و بدونید که ما خودمون دارای الفاظ خاص هستیم. این روایت رو تقدیم بکنم و بریم یه تیکه خیلی کوتاه رو ببینیم که من نمایندگی شما بینندگان در بین الحرمین قدم زدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رمضان بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را می‌سوزاند. از صیغه رمزه یعنی پاک کردن و سوزوندن، لذا نگاه میکنی عرق میکنی به خاطر ضعفت، اینا حاصل ظاهره ها، نمیخوام بگم اینا دلیل بر پاکی گناه، ولی که یه گرمایی در وجود آدم پیش میاد، این رو عرب بهش میگه رمضان. بعد رمضان از این صیغه یعنی پاک شدن و سوزاندن گناهان. الهی که پاک 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 بشی وزیر باران رحمت. سلام آقای من، سحر و خیلی ها رفتن دیگه برای استراحت کردن، ولی دل تنگ من و بینندگانم با تو هنوز عهد و پیمان داره. دلمون مثل این پرچمی که روی گنبدت میلرزه میلرزه تا یکی میگه حسین. دل من عین این پرچم قرمزت خونه اگر فاصله بین من و تو بیفته. پس دل تنگ من رو با باران رحمت خدایی به خودت وصل کن و در این سیلاب رحمت غرقم کن تا من هم بتونم بگم زیر باران خدا خیسه خیسه خیسه. ماه مبارک رمضان ماهی است که درس های مختلف و امتحان های مختلف رو مایستیم پس بدیم. توی این چند روزه با هم صحبت کردیم از دلایل ماه مبارک، از فلسفه این ماه در روایات و کلام اهل بیت. به اندازه این 5-6 برنامه که تقدیم شما کردیم حرف ها زدیم. امروز میخوام با این مقدمه یک داستان دیگه رو تقدیم شما بکنم. خیلی از بزرگان برای این که بتونن به مدارج عالیه برسن نفس خودشون رو محاسبه میکردن، از طرفی مواظبت میکردن، به او تنبیه سوار میکردن، به او تشویق میدادن و با اعمال مختلفی که خودشون برای خودشون تنظیم میکردن یا از اساتید و بزرگترهاشون میگرفتن کار تهذیب نفس انجام میدادن و تربیت نفس. لذا نگاه میکنیم در احوالات مثلا بزرگان برای سکوت چه تمرین هایی رو انجام میدادن، برای خدمت شما عارضم این که یاد بگیرن هر جایی هر حرفی رو نزنن چه تمرین هایی رو و چه مشقاتی رو بر خودشون هموار میکرده. اینها خارج از اصول هم نیست، چون اسلام به ما گفته که مثلا مواظبت از زبانت بکن،
مواظبت از چشم داشته باش، دستت، پات و اعضا و جوارحی که قرار در روز قیامت نختم و علا افواهم و حرف میزنند اعضای بدن، این کار رو انجام بدیم که اونجا شرمنده نشیم، گردنمون رو نخواهیم کج بکنیم و خدا رو به درد بیاریم، وجودش رو و ربوبیتش رو. در احوالات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى مرحوم آیت الله بروجردی، سید حسین بروجردی داریم که ایشون گاهگداری نسبت به شاگردان کلاس درسشون عصبانی می شدن. اون هم یک عصبانیتی از روی مهر پدرانه به قول معروف و تندی می کردن علی کل حال، ولیکن مانند اون تندی که پدران نسبت به فرزندان دارن، اول دعوا می کنه از باب تربیت، از باب ادب کردن، ولی که بعدم آرام میشه و خب شاید خیلی مواقع هم ناراحت بشه. شما مستحضر هستید، هیچ پدری بد برای فرزندش نمیخواد. اگر او را هم دعوا میکنه از روی ادب هست، میخواد بعدن نتیجه مثبتتری رو از این گلی که خدا به او عنایت کرده، این باغچه و این باغبان به دست بیاره. لذا مرحوم بروجردی، آیت الله بروجردی، وقتی عصبانی می شدن برای تربیت شاگردانشون، بعد ناراحت می شدن، از طرفی می خواستن خودشون رو تربیت بکنن، فردای اون روز بر خودشون واجب می دونستن که روزه بگیرند، یک سختی رو بر خود هموار می کردن به جهت اینکه چرا خطا کردی، چرا مثلا پیش داوری کردی، چرا تندی کردی. خیلی خوبه ها، نگاه بکنین، خدا داره ما رو تمرین میده برای شرایط سخت. یادتونه گفتم فرمودن روزه واجب شده است بر انسانها تا درک کنند حالات گرسنگان و تشنگان رو. یا در روایت دیگه براتون گفتم که روزه بر ما واجب شده تا گرسنگی و تشنگی یوم الحسره، روز قیامت رو بفهمیم و درک بکنیم. توی روزمره هم میتونیم کار انجام بدیم. شما که میگی من دلم میخواد به مدارج عالی برسم، از حلال خدا، از بهترین راهی که خدا برای من تو قرار داده، این ریاضته رو بکش. چرا ما میریم پا درس؟ خیلی ها میشینیم که متاسفانه راه رو غلط میرن، هدایت هاشون نادرسته و بعد ادعا میکنیم که ما داریم چون دارم توی مدارج عرفانی و این حرفا خیلی هم من دوش نیستم. خب این که هم ثواب برای تو می نویسه و هم خودت رو باش تربیت میکنی، هیچ کسی هم بهش اعتراض نمیکنه. پس یاد بگیریم، بزرگان برای تنبیه خودشون از روزه استفاده میکردن، چرا ما در این ماه که بایستی و واجب ما هست انجام ندیم؟ خیلی از جوانای ما متاسفانه، نمیخوام سیاه نمایی بکنم، دارن فاصله میگیرن از آموزه‌های دینی. خدا نکنه جامعه به اون سمت بره. بریم برگردیم، حضرت آقای رفعتی به ما اضافه خواهند شد. ای سر تو در سینه هر صاحب راست، ای وصف در رحمت تو بر همه باست، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز.
سلام دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز و انشاءالله که با ما همراه هستید راضی خواهید بود و با نظراتتون ما رو هم همراهی میکنید. پیشنهاد کرده بودن که تایم بیشتری رو به حضرت آقای رفعتی بدید. چشم، منم در وقت مقتضی کمتر صحبت میکنم و به محضرشون سلام میکنم. سلام سلامت وقت شما بخیر باشه. تاعتتون قبل سلام نظر لطفتون خواهش میکنم. ما هم از شما استفاده می کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله سحر پر خیر و برکتی داشته باشید. دعا کنیم برای سلامتی اربابمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. حقيقة أمرش بأنه خود من هم خیلی دوست دارم از منظر شما استفاده بکنم، بس سکوت باید بکنم، ولی کن این مراوده و اینکه من در جایگاه بینندگان قرار میگیرم به من اجازه رو میده که سوال بکنم، وگرنه سعی میکنم من رونق برنامه هم سلام به حضور شما و سوال شما هست. ممنونم. در خدمت شما ایم و پای درس امام امام سجاد علیه السلام. معرفتی یا مولای دلیلی الیک و حبی لک شفیعی الیک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکنون من شفیعی الى شفاعتک. راستی آدم هرچی بیشتر فکر میکنه، هرچی بیشتر تأمل میکنه، بیشتر گیج میشه از عظمت این کلمات. راستی قدر زر زرگر شناسد. ما چقدر عمرمون بیخود بیهوده رفت و تلف شد و گذشت و از این گنجینه ها استفاده نکردیم. عمرمونو خرج کردیم که ببینیم فلان پروفسور شرق یا غرب، فلان فیلسوف فلان این جمله رو چجوری گفته، یا فلان شاعر معروف این بیت زیبا مراد از این کلمه چی بوده، این قافیهش چه دلالتی داره، چه معنی داره. ای کاش عمرمون رو خرج فهم کلام امام زین العابدین علیه السلام میکردیم. حضرت میفرماید که بعد از آنی که تقدیم کردیم این جملات را که خدایا تو به ما امر کردی بیایم در خونت گدایی کنیم از فضلت، پس ما رو رد نمی کنی. خدایا من تو رو شناختم منان و حنانی، منان بالعطیاتی و العائد علیهم به تحنن رأفتی. میدی و پشت هر دادنی باز هم از لطف و برکت و احسان کرمت نعمت قد نمیشه. بعد عرض میکنیم خدایا معرفتی، این باور من، این دانش های من دلیلی، راهنمای منه، راهبر منه، منو کشیده به طرف تو. چون میدونم یه همچین خدایی هستی اومدم در خونه تو و دارم گدایی میکنم. و حبی لک شفیعی الیک، و این محبت واسطه منه. خب این تا اینجا دیشب اشاره شد، چون بنابرای هست که خیلی هم شرح ندیم، کلمه کلمه مثال و مصداق و قصه و شرح حرفایی که میزنیم تو ذهن خیلی عزیزان مثالهایی که خیلی بهتر از فهم من شاید باشه تو ذهنشون مرور میکنه. همین که دیشب میگفتیم خدایا تو کوچیکی چقدر تو به من احسان و فضل کردی، تو بزرگی تو به من اسم و شخصیت دادی. هر کسی وقتی مراجعه به خودش میکنه میبینه چی بودم چی شدم. بعد عرض میکنه خدایا انا واثق من دلیلی به دلالتیک، به خدا عقل متحیر میشه. خدایا من اطمینان دارم از این دلیلی که آوردم به دلالتش. یعنی چی؟ دلیل من چی بود به تو خدایا؟ راهنمای من چی بود؟ اون معرفتی، اون باورها، رحمانیت و بخشندگی خدا داری. این باور من و این معرفت من از کجا پیدا شده؟ از یه جاییه که من بهش مطمئنم. چون بدبختی همینه، همه میگن میدونیم، همه میگن معرفت ما آخر معرفته، شاید به زبون نگه اما خودشو عرف و عرفا میدونه. هر کسی تو هر میدونی، خصوصا اونایی که صاحب نظرن، خودش رو مصیب و درست و برحق و دیگران رو بر باطل میبینه. خدایا این باور من که دعا اینقدر اثر میکنه و هر چه دارم از فضل توست و بازم از فضل تو بخوام نصیب من خواهد شد و با دعا همه چی عوض میشه، از فضل تو، این باور از کجا پیدا کردم؟ از یه جایی که اطمینان به من میده. انا واثق من دلیلی، دلیل من چی بود؟ معرفته.
یعنی انا واثق من معرفتی، من به این معرفت اطمینان دارم. از کجا این اطمینان رو پیدا کردم؟ به دلالتک، به خودت، به من، خودتو به من داد. میدونی این یعنی چی؟ تو دعاهای دیگه داره، تو همین جام هست، به که عرفتک و انت دللتنی الیک، به که عرفتک و انت دللتنی الیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. این هم توحید محضه، هم همه کار دونستن خداست، که همون معرفتی است که در فراز قبل داشتیم، که ما باور داشته باشیم همه کارهای ما و عالم خداست. خیلی بالاتر از این. آقا خداشناسی تو از کی گرفتی؟ از فلان فیلسوف شرق، فلان فیلسوف غرب، فلان صاحب کتاب دوره نمیدونم فلان، از صاحب اسفار گرفتم، از علامه حلی، از اگه از خودشونه به درد نمیخوره. اگر از امام صادق متصل به وحیه، اگر از قرآن وحیه، اگر از خداست خوبه. به که عرفتک، از کجا فهمیدی که خدا از فضلش به تو میده هرچی بخوای؟ خودت به من گفتی واسأل الله من فضله. این معرفت از کجا پیدا کردم؟ خدای از خودت گرفتم، چون از خود خدا گرفتم واثقم. اگه از دیگران گرفته بودم مولا درزش میرفت. به اصطلاح میگن یه وقتی یقین داری یه وقتی دلیل داری. یقین با دلیل فرقش چیه؟ تو اصطلاح علمی عرض میکنم، یقین مولا درزش نمیره، شبه دارم میبینم آسمون تاریکه، حتی دلیل نیاز نداره دیگه، هست شک نداره، روشنه. اما یه وقتی یه کسی میاد به من میگه، به من میگه تو خیابون قبله امام حسین فلانی رو دیدم، فلانی اومده کربلا، خبر داری؟ میگم شاید اشتباه کرده، از دور چشمش دیده. از دو نفر دیگه هم میپرسم تا اطمینان پیدا کنم. احتمال اشتباه میدم، ولی آدم دروغ نمیگه، چون احتمال اشتباه میدم یقین نمی کنم. اما اگر 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر به من گفتن، کم کم میشه تبدیل میشه به علم و یقین، که دیگه مولا درزش نمیره. این همه آدم مگه میشه اشتباه کنن؟ حتما خودش بوده. خدایا راه معرفت من خودتی و از خودت قرص تر و قایم تر من چیزی ندارم. برای معرفت ندارم. به که عرفتک و انت دللتنی علی. خدایا اینقدر تو به من لطف رو کامل کردی که خودشناسی رو هم خودت جلوی من گذاشتی. از کجا بشناسمت؟ انبیا فرستادی. اکتفا به من عقل و عقل ناقص من نفرمودی. اگرچه عقل حجته، اما به تنهاییش خیلی چیزا رو نمیتونه درک کنه، راهنما میخواد. خدایا تو فرستادی معرفتی و انا واثق من دلیلی. چرا؟ به دلالته، چون مال خودته، چون از طرف خودته. آخ از جمله بعدش، و ساکنون من شفیعی. او اولی علمی بود و استدلالی و برهان و دلیلی، دوم احساسیه. و ساکنون من شفیعی الی شفاعتک. خیلی خودشونو گول میزنن، آرامش ندارن، الکی خوشن. بعضی ها واقعا آرامش دارن، میگه آمه موسیقی گوش میدم آرامش پیدا میکنم. الکیه، سودگذره، کاذبه، پوسته است، پفه. اما کسی که آرامشش با زیارت امام حسین آرامشش حقیقیه، کسی که آرامشش با نماز شب و تلاوت قرآنه آرامشش حقیقیه، کسی که آرامشش با همه اینا زیر سایه کلمه است، حب، محبت، علاقه، عشق، کسی که محبتش در سایه محبت به خدا و اولیاء خداست، این آرامشش آرامش حقیقیه. چرا؟ چون متصل به منبع علم و یقینه. آدمی که علم و یقین داره خیالش راحته. بله. کسی که درسش رو خوب خونده مثلا در کنکور و منبع فکری او کامله، هیچ استرابی در امتحانش نداره. ما هم در عالم معنویت همینه، وقتی به خود خدا متصل باشیم دیگه جای ترس نداره. حرفی که من میخوام بزنم آقای موسوی، یه وقتی روش خیلی فکر کردم، با خیال راحت میزنم، همه جنبه هاشو دیدم، اما یه وقتی با ترس و لرز میزنم. چرا؟ چون احتمال میدم یه ورش، یه دلالت التزامیش، یه چیزیش مطابق با واقع و صحت نداشته باشه. این کسی که حرف اهل بیت میزنه، اما اگه همه جانبش رو دیدم، خیالم از همه جهت راحته. واثقون، ساکنون. خدایا من خیالم راحته، ساکن، این سکون، این آرامش که میوه شیرین معرفت و زندگی سالمه، من از کجا پیدا کردم؟ من شفیعی. شفیع من چی بود؟
جمله قبل حبی لک شفیعی، اینا باید که هم گذاشتی بله حبی لک شفیع لک، خدایا اون محبته که شفیع من بود من آرامش به من داده. حبی لک انا ساکنون من شفیعی، حالا اون معرفت رو خدایا تو به من راهنمایی کردی، اون دلیل رو تو به من دادی، این حب از کجا؟ ساکنون من شفیعی الی شفاعتک، میدونم این محبت راهگشاست، میدونم این محبت آخرش دست منو میگیره، میدونم این محبت آخرش من رو نجات میده، آخرش مشمول شفاعت تو میکنه، میدونم این محبت واسطه خیالم از این راحته. لذا است روایت معصوم علیه السلام چند تا روایت داریم، هل الدین الا حب والبغض، اصلا بغضم برمیگرده به حب، چرا من نسبت به اهداف چون حب دارم حب. اصلش حب به اهداف، هل الدین الا الحب، این همین حب بس، چون این محبت تو آرامش میده، چون این محبت تو رو خیال تو راحت میکنه. لذا میگیم آقا شیعه امیرالمومنین باش ترس از جهنم نداشته باش، پس هر گناه کسی که شد شیعه امام واهب دیگه گناه نمیکنه، محبت میگیره جلوی گناه رو، سپر عمل میکنه. بازم حرف داره، اما میخوام بیشتر از گنجینه کلمات امام سجاد علیه السلام برداشت کنیم. جمله بعدش متصل به اینه، لذا زود میگم. عرض میکنیم خدایا حالا که خیالم راحت شد، حالا که محبت آرامش به من داد، حالا که تو خودت راه نماییم کردی، چی به من گفتی؟ فرمودی که دعا کن، ادعونی استجب لک. خدایا راه نماییم کردی، چی فرمودی؟ فرمودی واسأل الله من فضله ان الله كان بكم رحيما، فرمودی بخواه، فرمودی دعا کن. حالا که خیالم راحت شد میخوام دعا کنم، میدونم دعا اثر داره، یقین و معرفت پیدا کردم و باورم شد که خدایا همه چی میتونی عوض کنی، من با این همه سابقه، من با این همه بدی، بله خدا همه چیز میتونه از فضلش از نو برای من شروع کنه. بارها هم نشون داده، فرموده بیا زیارت سید الشهدا، پاکت میکنم مثل روزی که از مادر متولد. خدا اینا دیگه من باور کردم، حالا میخوام دعا کنم، چون اون یقینه رو داریم. عرض میکنیم ادعوک یا سیدی، ادعوک، تا حالا نگفته بودم ادعوک، فقط میگفتم انت القائل و قولک حق و اسأل الله، اما حالا میخوام دعا کنم، میخوام دعا کنم. خب دعا از دو مصدر صادر میشه، از دو جا، یا از دل ناگفته ها، یا بر زبان گفته ها. آدم ها حرف دلشون با حرف زبونشون یه وقتای مطابقه، یه وقتای مطابق نیست، زبونش یه چیزی میگه، دلش یه چیز دیگه میخواد. این بازی رو برای خلق ممکنه در بیاریم، اما برای خدا دیگه نه، چون آگاه به ضمیر ما. لذا اگه به زبونم گفتم خدای هر چی تو میخوای، اما ته دلم میگم این اینی که من میگم میشه، فهمیدم خدایا اون چی تو میخوای صلاح منه، میخوام دعا کنم. چی دعا کنم؟ با چی دعا کنم؟ چی دعا کنم رو بعد میگم. با چی دعا کنم؟ با چی تو رو بخونم؟ از چه راهی فضل تو رو طلب کنم؟ یا با دل و توجه، یا با زبان و گفتار و کلمات. این دو وسیله در اختیار منه، هر دو تاش هم باید باشه. ایمان عقدون بالقلب، نطقون باللسان، دعام یه مصداق ایمانه، هم باید به زبان در خونه خدا گدایی کرد، الهی الهی دعای کمیل خون، دعای سحر خون، هم با دل باید توجه پیدا، زبانه هم کار باید بکنه. بعضی فقط میگن به دلت آب، فقط دلت کافیه بله. جواب نمیده، دو تاش با هم. حالا من میخوام با این دوتا در خونه تو گدایی کنم، به زبونم نگاه میکنم. ادعوک یا سیدی باللسان قد اخرسه ذنبه، میخوام با زبون صدات کنم، ببینم اوف زبانی که لال شده از گناه. پس چجوری داری دعا میکنی؟ میگن فلانی مرده متحرکه، مرده است، خاصیت نداره اما حرکت میکنه. خدایا زبون من شده یک مرده متحرک، تکون میخوره، حرف میزنه، اما از بس گناه کرده لاله، صدا ازش در نمیاد. میگه فلانی نماز میخونه میرسه به سقف، گفت خوش به حالش به سقف میرسه، من نمازم به نوک بینیم هم نمیرسه. چرا؟ چرا یکی نمازش تخرق الحجب السب آسمان ها رو میشکافه میره بالا، یکی نمازش به سقف خونش هم نمیرسه؟ چون خدایا این زبونی که داره تو رو صدا میکنه، میگه سیدی، میگه ربی، میگه الهی،
از بس گناه کرده، از بس دروغ گفته، از بس دل شکنده، از بس بد و بیرا گفته، از بس خلاف گفته، لاله کار ازش نمیاد. چطور میگیم لهم اعیون لا یبصرون بها؟ چش داره نمیبینه. آذان لا یسمعون، زبون داره حرف نمیزنه. آقا داره حرف میزنه؟ نه، منظورم این حرفا نیست، حرفیست که برسه این گوشه میشنوه، ولی وقتی منتقل نکنه یعنی نمیشنوه. چشه داره میبینه، وقتی این حرف بالا نره یعنی لاله، یعنی چی؟ بله، نتیجه این حاصل نمیشه. میگه تو خواب داد میزدم اما صدام در نمیومد. میگه الناس نیامون، حضرت میفرماد ادان ما تو انت، بی خود داشت مناجات میکرد داد میزد. چرا؟ چون انقدر این زبونه گناه و خلاف کرده بود. اینا یه جورایی کوچیکی کردن در خونه خداست، اعتراف. تو مناجات و تائبین میگیم خدای اگه این اعتراف ها استغفاره، بسم الله من اعتراف میکنم، خدای دارم میگم با زبونی دارم تو رو صدا میزنم که لال از گناه اخرسه و ذنبه. ما توی روزمرمون هم داریم، حضرت آقای رفعتی مثلا یه خطایی انجام میده، بچه پدرش میگه چرا این کارو کردی؟ هیچ جواب نداره، میدونه چون خطا کرده دیگه. نهایتا سرشو میندازه پایین، زبونش هم کار نمیکنه. همینی که تا چند دقیقه پیش شاید داد و فریاد هم میزد، یه وقتی هم میگه تو درگاه خدا همین داره، یه وقتی هم میگه ببخشید، میگه ببخشید به چه درد من میخوره؟ آخه این کاری که تو کردی چجوری من جبرانش کنم؟ چجوری جمعش بکنم؟ آخه بنده گناهکار، تویی که تا اینجا اومدی شیعه علی شدی، تویی که تو دلت محبت امام حسینو گذاشتم، آخه تو چرا خرابش میکنی؟ آخه من بهش میخوام ببرمت، به چه حساب ببرمت؟ با این کاری که تو کردی. اگه از من پرسیدن اهل جهنم خدایا این کارا رو کرده چرا بردیش بهشت، من چی بگم دهن اونا بسته بشه؟ درست خداست اما عادله، حکیمه. وقتی اعتراف کردم خدایا لال شدم، بله قطعا دعا عوض میکنه، به تو مجال میده، به من مجال میده که درستش کنم، پاکش کنم، اصلاحش بکنم. تا خب خدایا زبونم که اینطور بود، زبونم که قادر نبود تو رو صدا بزنه، بذار با قلبم، قلب معونش کمتره، خرجش کمتره. وقتی میخوام با قلبم تو رو صدا بزنم، ادعوک بلسان، ادعوک یا الهی بلسان قد اخرسه ذنبه و بقلب قد اوبقه جرمه. عبد آبق یعنی عبد فراری. خدای این دل اینجا نیست، این دل هزار جاست، این دل از تو فراریه، یه جای دیگه رفته. با کدوم دل تو رو صدا بزنه؟ دلی که گیر ماله، دلی که گیر زن و بچه هست، دلی که گیر مغازه و ماشینه، دلی که گیر عشق جنس مخالفه، دلی که فرار کرد. ازا میگه دل یک دله کن. احسن، ای صد دله یک دله. اگه میخوای در خونه خدا یا الله بگی باید از همه برید. لذا فرمود وقتی میخوای تکبیرت و الاحرام بگی، دستو که میاری بالا قصدت این باشه که هر چیزی این دلتو مشغول کرده بریز پشت سرت. خدایا تو رو میخوام بخونم، با تو میخوام مناجات کنم. خدایا با کدوم دل تو رو صدا بزنم؟ بازم یه جوری اعترافه، یعنی خدایا دارم میگم، خودم دارم میگم، نه زبونم زبون گویاست، نه دلم دل متصله، نه با زبون میتونم صدات کنم و نه با دل میتونم باهات نجوا کنم. یه فاصله کوتاه بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود، با ما همراه باشید. امشب حرفای قشنگی داریم میشنویم.
حدیث باران. داشتم تو این فاصله با خودم فکر میکردم آدم هر کاری میکنه لاغل پلهای پشت سرش رو خراب نکنه، یه زبان عذرخواهی بگذاره. خیلی بده دیگه آدم حالا که میدانی فراهم میشه بره در خونه خدا، این زبانش هم دیگه کار نکنه بگه آقا اشتباه کردم، حتی این رو برای خودش نگذاره، این دیگه هیچ جا نداره. قلبه که صد جاست، زبان هم که نتونه اقلن بگه ببخشید که دیگه رحمت خدا به جوش بیاد، باویلاه. من در احوالات خیلی ها حتما شما خوندید دیدید، چه شخصیت ها چه آدم های عادی اینا وقتی میمدن در خونه خدا در خونه اهل بیت، بعد وقتی حاجت میگرفتن با یه فاصله زمانی میگفتن خدا چرا اون اول ندادید، چرا الان، حتما ما باید جوش بیایم، حالا باید ناراحت بشیم. بهشون میگفتن الان هم خیلی ها برشون سواله. بله بهشون میگفتن شما الان اومدی، بابا من دو ساله دارم میام میرم، تازه دیدیمت، این دو سال دلت کجا بود؟ الان با دلت اومدی، این دو سال با دل نبود، دل جای دیگه بود، برای مریضش اومده دعا بکنه. اون واثقون من دلیل به دلالتک نیست، ساکنون من شفیع الی شفاعتک نیست. لذا یه چشش به دست دکتره، یه چشش به حساب بانکیه، اما وقتی دلش از همه جا بریده شد، وقتی مطلع. فقط و فقط فهمید همه کار خداست و واسطه هاش روی کره زمین اولیا، اون وقت دست گداییشو بلند میکنه، اون وقت با توجه قلب، اون وقتی که میبینه، اون وقتی که جواب میشنوه. مشکل طرف مقابل نیست، مشکل منم. این همون داد زدنه تو خواب است. من این همه دارم داد میزنم، طرف نمیشنوه دستمو بگیره تو خواب. وقتی که بیدار میشه میبینه خواب بود، داد نمیزد، خیال میکرد داره داد میزنه. برای همین بعضی از بزرگان میفرمان که ما امام زمان رو ببینیم یک فیضه، ولی که حضرت ما رو ببینن صد فیضه. حالا یه طوری ما عمل بکنیم که ببینه خدا ما رو، خیلی هنرش بالاتر ان شاء الله. جمله بعد تو دعای امام سجاد علیه السلام اینه، حضرت میفرماد حالا با این اوضاع، با این زبون، با این دل چیکار کنم؟ مایوس شم؟ کاری ازش برمیاد نفایده؟ ول کنم دیگه ها؟ نه، وقتی نگاه میکنم خدا بدتر از منها هم وقتی گفتن یا الله قال لبیک امیدوار میشم. این بحث این که آدم به انقطاع برسه و بعد کارها انجام بشه، یعنی دیگه از همه جا میبره، یعنی واقعا به اون یأسه میرسه، تازه اول امید میشه. این چرایی داره؟ همین مثل همون داد آدم خوابه، میگفت تو تا نیامده بودی تا حالا سراغ ما، مشکل خودتی، مشکل کرم ما نیست، تو از ما نخواستی، صد دله هست که باید پاک بشه. بله. تا جای خدا بشه. اونم لطف خداست، یعنی اگه با همون یا الله اول خدا از کرمش داد، این بنده همون کلاس اول و پایین‌تر میمونه. اگه بهش نمیده برای اینکه بخوره سرش به سنگ، یه پله معرفتشو بیاد بالا. بابا دکتر چی کار است؟ فلان تاجر چی کار است؟ فلان رئیس و وزیر چی کار است؟ اینا هیچ کارن، همه کار خداست. میشه بگیم خدا بناش بر اینه که هر چی رو هم میخواد بده مفتی نمیده که ما قدرشو بدیم به اولیاش، ممکنه به کفار و به بدینا. خب برای که ردشون بله. بکنه از در خونه. اونها هیچ قیمتی ندارن، نمیخواد بیان کلاس اول و دوم و سوم، چون از اول منکر شدن، اصلا دارن چپ میرن یه راه دیگه. اما کسی که تو مسیر هدایته، برای اینکه بیاد پله پله بالا برسه الی ربک، به خدا برسه، معرفتش بالا بیاد، خدا در سختی ها قرارش میده، درها رو روش میبنده تا در خونه خدا رو ببینه و اون در رو بکوبه. جمله بعد رو عرض میکنم، ان شاء الله تفصیلش فردا شب ان شاء الله عرض میکنیم خدمت خدا. امام سجاد علیه السلام تعلیممون فرموده ادعوک، خدایا نه دعا میکنم، چون انقدر دیدم اجابت کردی، از من لالتر، از من دل آشفته تر اجابت کردی که ادعوکه. اما چجور؟ راهبن راغبا، راهبن راغبا. رهبه یعنی چی؟ یعنی ترس. رغبت یعنی چی؟ یعنی امید. با ترس و امید دعات میکنم. خوف و رجا. خوف و رجا. میترسم چون دورم، چون نه زبون دارم نه دل دارم نه عمل که تقدیم بکنم، هیچ چی هیچ. امید دارم چون میبینم کرم یه کرمه بی منتهاست، هیچ کس از این در خونه ناامید بر نگشته. اگر کسی که لم یعرفه و لم یسأله اومد بهش دادی، فکیف به من یعرفه و یسأله، کسی که میشناسه ولو این معرفت پایین و دستشو دراز کرده، سحر بلند شده،
فرموده اگر اشتها هم نداری سحری بخوری، سحری خوردن مستحبه. بلند شو یه خرما بذار دهنت، یه نفسی تو سحر بکش، به همین نفس کشیدن تو سحر یه پله بالات میبریم، در معرفت برات باز میکنیم. حال نماز شب نداری، همین اندازه بایستی استغفار کن. حال نشستن نداری، تو رخت خوابت بنشین یه لحظه دوباره بخواب. اونم حال نداری، یه لحظه با لبت بگو استغفر الله الهی العف، یه پله بالات میبریم. ادعو کراهبا راغبا. حالا این خوب فرجا ان شاء الله انشاءالله خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. ما ممنون شما، خواهش میکنم. خدا ان شاء الله به همتون و شما بینندگان خیر 200 چندان بده، عین باران بر ما بباره رحمت الهی. الحمد لله الذي وكلني إليك فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. شكر خدای رو که بهش توکل میکنم، اکرامم میکنه، دست نوازش به سرم میکشه و به مردم تکیه نمیکنم، به غیر او امیدوار نمیشم، که اگر تکیه کنم خارم میکنه. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني غني، به من محبت میکنه در حالی که از من بی‌نیازه. والحمد لله الذي يخدم غني حتى كأني لا ذنب لي. شکر خدایی رو که تحملم میکنه، با من با علم و بردباریش معامله میکنه، انگار من گناهی انجام ندادم. جادار فریاد بزنم بگم فربی احمد و شیم احمد و شیر مندی و حق و به هم دیگیر مولای من. سلام من به اون کسی که همه هستی به خاطر او داره روزی میخوره، و سلام من به اون کسی که به یمن او آفتاب بر ما میتابه، شب می آید برای استراحت، روز فرا می رسد برای فعالیت. سلام بر اون کسی که باران می بارد برای شکفتن گلها، یعنی اون کسی که الان کون و مکان در دست اوست، یعنی کسی که عصر و زمان در ید با قدرت اوست. سلام بر اون کسی که همانند پیغمبر است، همانند امیر المؤمنین و حسن و حسین است و یک یک ذوات مقدسه. و سلام بر اون کسی که خدا او رو ذخیره قرار داده تا دین رو باهاش به اتمام برسونه و دین رو باش به اعلی درجه ظاهر کنه، یعنی سلام بر مهدی فاطمه. بینندگان عزیز، قرار داشتیم با هم که هر شب و هر سحر توی برنامه پیرامون وجود نازنین امام حجت بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه صحبت بکنیم، یک روایت هدیه کنیم و بر فهممون و شناختی که این شبها به ما توصیه شده. لذا نگاه میکنید توی دعاهایی که در این ماه وارد شده، از دعاهای روز، از دعاهای
خاص در افتتاح، در ابو حمزه، در جوشن و همه این دعاهایی که به ما آمده، طلب معرفت و طلب شناخت بر من و شما وارد شده. لذا توصیه میکنند که سعی بکنید به اون شناخته برسیم و این یک روایته به ما کمک بکنه حرکت رو ایجاد بکنیم. این نمیگیم با یه دونه روایت اینجا ما بخونیم و بره تمام، ما دیگه حضرت مهدی علیه السلام رو شناختیم. شما میدونید منم این حرفایی که دارم میزنم فقط به جهت تلنگره. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت است که فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم ای رسول خدا، مهدی علیه السلام از ما اهل بیت است یا از غیر از ما؟ امیر مؤمنان برای فهم من و شما، برای اینکه نسل به نسل این سوال برسه، پرسیدن از پیغمبر این امام دوازدهم حضرت مهدی از ما اهل بیت یا از جای دیگر است، از گروه دیگری است. ببینید خیلی زیبا حضرت پاسخ دادند. پیامبر فرمودند او از ماست. خداوند دین را به وسیله او ختم کنند چنان که به وسیله ما گشوده است. مردم به وسیله ما و او از آشوبها نجات یابند. اگر زمانه و عالم و این دنیای مافیها و اطراف ما همه آشوبه، یه جا نگاه میکنی داعش ملعون داره خرابکاری میکنه، یه جا نگاه میکنی وهابیت داره خراب میکنه، یه جا دیگه بهیت داره خراب میکنه، یه جا هر کی داره کابالیسم، نمیدونم این عرفانهای نوظهور و امثال اینها، فقط دلیلش یک چیزه، اینی که ما موعودمون نیومده، نخواستیم بیاید. باور کنین نخواستیم که بیاد، وگرنه او از من و تو منتظرتره. مردم به وسیله او از آشوبها نجات یابند چنان که از منجلاب شرک در زمان ما بیرون آمدند. دلهای آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنی ها آنها را با هم برادر کند، چنان که بعد از نجات از شرک آنها را با هم برادر دینی کردیم. یعنی او می آید و این اتحاده، این صلح و این برادری رو همراه میکنه. حالا اگر دنبال آسایش باشیم نبایستی دست به دعا برداریم. با حضرتی که در جوارش هستیم، قمر منیر بنی هاشم، عمو جان با غیرتش، دست به دعا برمیداریم و میگیم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن، كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك امام ما بالای سر ما نباشه، عالم کن فیکونه و زیر و رو میشه از وحشیه
وحشتناک شدن هجوم دزدان و حرامیان. چرا می‌فرماد که در آخر الزمان نگه داشتن دین در کف دست یا در کلن نگهداری دین سخت‌تر از نگه داشتن گل آتش در کف دست خواهد شد؟ برای اینکه در طوفان زمانه و این کولاک ده می‌افتیم و مانند یک برگ پاییزی که به دست باد این طرف و اون طرف میره پرتاب میشیم. ولیکن اگر به اون منبعی که در فرمایشات حضرت عالی رفعتی هم بود وصل باشیم، دیگه شبهه و شک با ما همراه نمیشه و تا انتهای مطلب باقی خواهیم ماند و مستدام تا روزی که صاحبمون بیاد. به حق اون بی بی که طعم بی پدری رو چشید، از خدا میخوایم که ما رو به پدرمون حضرت مهدی برسونه. هر سحر به تو سلام میکنم، نامت را بر لبم جاری میکنم، عشقت را در سینه میپرورانم و بلند فریاد میزنم دوستت دارم، دوستت دارم امام مهربان. آنان که برای مولایشان نامه فرستادند و عهد شکستند، بوی از وفای به عهد نبرده بودند، کوفیانی که دست دادند و دست بستند، چه می دانستند عشق یعنی چه، مهربانی چه معنایی دارد؟ اصلا نمی دانستند عشق را با الف می نویسند یا عین. اما من عاشقانه صدای میکنم، عاشقانه میخوانم تو را و عاشقانه مهرت را در سینه میپرورانم تا بیایی. آقای من سلام، سلام، سحر زن بخیر. خدای من، خدای من، اگر گناه از سمت من زشت است، عفو که از سوی تو زیباست. معبود من، من اولین عصیانگر تو نیستم که بر او بخشیدی و در سایه ابر احسانت بر او باریدی. ای دریابنده درماندگان، ای داننده هر زشت و زیبا، توسلم به توست و از تو رحمتت را خواستارم. آمین یا رب العالمین. السلام علی الدماء السائلات، شمشیر، خنجر، نیزه، چوب، سنگ، تیر، آن هم تیر سه شعبه و در مقابل چشمهای علوی، قلبهای مصطفوی، صورتهای فاطمی، جسمهای حسنی و در کنار آن حلقوم و هنجرهای عطشان، چه رزماوری بود آن رزماورد و چه قیامتی بود آن قیامت. یک عده با شمشیر، یک عده با خنجر و ملائک شاهد لحظه های فرود بر آن تفاسیری که آیه های قرآن شأنیت خود را از آنها گرفته و اکنون شاهد جاری شدن خون آنها، یعنی حقیقت آنها بر دشت کربلا هستند. حسین آمده بود که تحریر مصحف عشق را با خون خیش تألیف کند
با آنچه در آن هیاهو نیت عشق را متبلور می ساخت جاری خون بود و آب شار عشق. مجاهدان مجاهدت عشق به میدان می آمدند و رجز خانی می نمودند و در مقابل آنان بغض با غدیر سفارایی نموده. چه تناسبی بود آن تناسب یک نفر در مقابل هزاران نفر، و چه بسیار گویا بود حراسی که آن هزار نفر از یک نفر داشتند. و این ترس آنان بود که بر حیلتگری آنها می افزود و آنچه جسارت این حیله اندوزی را مکرر می نمود خنجرهای بران عداوت با نامی بود که تمامی اسما در مقابل آن نام سر تعظیم فرود آورد. شامخ مقامش را اظهار بندگی می نمود و این نام نام علی مرتضی بود و آنچه تعداد ضربه ها را افزون می نمود قساوت و دشمنی با همین نام بود، علی مرتضی. و آنچه حاصل این کینه توزی بود خونهای زلالی بود که از حلقوم اطشان شهدا خاک کربلا را در مقام تقدیس جلوه ای آسمانی می بخشید. و این خونهای جاری بود که هنوز است جریانش در جریان عشق مفهوم مبسوطی را به همراه دارد، چنان که آبشار در موقع اتصال به دریا به نام حسین که صاحب خون جاری بر پهنه لایتناهی عشق است و سار الله است و سار الله است که حسین است و حسین است که سار الله است. همراهی نجوای غریب گونه منتقم خونش را از سینه سوخت فریاد برمی آوریم که السلام علی الدماء السائلات.